غلاطیان فصل پنجم. آری، ما آزادیم، زیرا مسیح ما را رهایی بخشید. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی بگردن شما گذاشته شود. ببینید که من پولس با تأکید به شما میگویم، اگر سنت شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایده ندارد. بار دیگر تأکید میکنم، اگر کسی سنت شود مجبور است از تمام احکام شریعت اطاعت نماید، و شما که میکوشید به وسیله اجرای شریعت عادل شمرده شوید، بدانید که ارتباط خود را با مسیح قطع کرده و از فیض خدا دور افتاده اید. ما به وسیله روح القدس در انتظار انجام امید خود، یعنی عدالتی که از راه ایمان حاصل می شود، بسر می بریم. برای کسی که در مسیح است، شدن یا نشدن سنت چیزی مهم نیست. آنچه اهمیت دارد ایمان است که با محبت عمل می کند. شما خوب پیش می رفتید. کی شما را گمراه ساخت تا حقیقت را پیروی نکنید؟ این نوع تحریک از جانب آن کسی که شما را دعوت کرده است نمی تواند باشد. فقط خمیر مایه کمی لازم است تا خمیر زیادی برسد. من در خداوند اطمینان دارم که شما عقیده دیگری نخواهید داشت و آن که مزاحم شماست هر کی باشد به جزای اعمال خود خواهد رسید. و اما من، ای برادران، اگر به قول بعضی ها هنوز لزوم سنت را اعلام می کنم، پس چرا باز هم جفا می بینم؟ اگر چنین کاری را می کردم، دیگر کسی از پیام صلیب ناراحت نمی شد. ای کاش آنانی که شما را با تعلیم سنت پریشان می سازند، سنت خود را کامل تر کرده خیشتن را منقطع سازند. ای برادران، شما به آزادی خواسته شده اید، ولی نگذارید که این آزادی به بی‌بندوباری برای برآوردن هوس‌های جسمانی شما تبدیل گردد، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید، زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود. همسایت را مانند خودت دوست بدار. اما اگر با چنگ و دندان به جان هم بیفتید، حتما یک دیگر را نابود خواهید ساخت. مقصد من این است، اگر تحت فرمان روح القدس بسر برید، به هیچ وجه خواهش های نفس را ارضا نخواهید کرد، زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یک دیگرند. به طوری که شما نمی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید، اما اگر روح خدا شما را هدایت کند، شما در قید شریعت نیستید. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم، کسانی که این چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیب نخواهند داشت. اما ثمر روح القدس محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند، طبیعت نفسانی را با هوس‌ها و خواهش‌های آن مسلوب کردند. اگر روح خدا سرچشمه زندگی ماست، او هم باید رهبر زندگی ما باشد. خود پسند نباشیم و یک دیگر را نرنجانیم و بر یک دیگر حسادت نورزیم.